خب به نام ایران زمین، درود بر دوستان ارجمند. این هفته در پیشگاه دکتر شاهین نجات هستیم. قرار هست ایشون در خصوص جمهوری های مصیبت آور در جهان اسلام برای ما سخنرانی بکنن. البته خب حالا جدا از جمهوری ها، کلا جهان اسلام مصیبت آور هست، حالا چه جمهوری باشه چه جمهوری نباشه، یا کلا مسلمان ها در هر گوشه ای از جهان باشن، میبینیم که مصیبت آورن. مخصوصا حالا در کشورهای غربی شاهد هستیم این روزا که این فرهنگی که اونها در تار و پودشون تنیده شده چه مصیبت هایی برای کل دنیا به وجود آوردن. بفرمایید، خواهش میکنم. استاد نژاد درود دوباره و گویان پیشگاه شما، خواهش میکنم بفرمایید. سپاسگزارم. درود بر همه دوستان. سخن این است که جمهوری های مصیبت بار جهان اسلام که به طور مشخص تاکید روی خود خاورمیانه هست و به طور ویژه روی همسایگان ما، درباره ویژگی های رژیم جمهوری و رژیم پادشاهی می شود از چند زاویه بحث داشت، بحث های فنی داشت و نقاط قوت و ضعف هر کدوم رو بهش پرداخت. ولی اینجا هدف من این نیست که نقاط قوت و ضعف جمهوری رو بیان کنم، بلکه میخواهم بگم که جمهوری در منطقه ما برای کشورهایی که از پادشاهی تبدیل به جمهوری شدن چه دستاوردهایی داشته و چه مصیبتی بار آورده. برای اینکه خیلی پراکنده نشه جستار، سراغ مثلا لیبی یا مصر نمیرم که خب کمی دورتر از ما هستن. وضعیت مصر رو میتونید ببینید، کشور بسیار فقیر با فساد مالی افسار گسیخته، جمعیت حدود 120 میلیون نفر و فاجعه است. یعنی شما اگر الان قاهره یا اسکندریه برید، پهلو به پهلو میزنه در کثیفی و در خرابی با شهرهای بزرگ هندوستان. از بعد اقتصادی هم چششون به دست عربستان و سعودی و امارات که بهشون یک چیزی در سال بدن، کمکی بکنن تا بتونن اونها خودشون رو اداره کنن و این خودش بسیار باعث سرفکندگی ملی است برای یک ملتی که اینگونه بخواد خودش رو در حقیقت در صحنه جهانی اداره کنه. لیبی هم که خب با آمدن معمر قذافی و انجام کودتا که خودش بهش میگفت انقلاب، کارش به جایی رسید که نهایتاً با حمله امریکایی‌ها و سازمان نیتو سرنگون شد و بعد لیبی باز به یک فاز دیگری از بی دولتی و بی نظمی و خرابی اوضاع رفت. در زمان خود قذافی هم وضع اصلا وضع جالبی نبود، چه از بود توسعه اقتصادی چه از بود آزادی. ولی میام سراغ همسایه‌ها خودمون، چون به ما پیوستند و برای ما شاید لمسی تر باشه سخن در مورد همسایگان. من سراغ پاکستان و ترکیه نمیرم، چون اصلا استقلالشون، اعلام استقلالشون به عنوان کشور وقتی تشکیل شدن با جمهوری بود، چه جمهوری ترکیه در اوایل سده 20 و چه پاکستان در 1947 پس از پایان جنگ دوم جهانی. در مورد جمهوری باکو، ارمنستان و ترکمنستان هم سخنی نمیگم، چون اونها به عنوان جمهوری همون در آغاز تشکیل شکل گرفتن، شکل جمهوری داشتن در 1991. بنابراین میمونه دو تا همسایه ما، افغانستان و عراق، حالا افسون بر خود ما ایران، که ما این دو کشور میتونیم به عنوان نمونه نگاه کنیم، کشورهایی که از نظام پادشاهی به نظام جمهوری رفتن، حالا جمهوری اسلامی هم که به هر حال خودمون باش کاملا آشناییم. مثلا در مورد این دوتا سخنی بگم، کشور عراق 1920 پایان جنگ جهانی اول به صورت کشور تحت حمایت انگلستان، امپراتوری بریتانیا تشکیل شد و یک از پسران شریف علی رو به عنوان سلطان در اونجا گذاشتن، به عنوان مثلا پادشاه. شریف علی کسی بود که بزرگ مکه بود و برای نسل‌های متوالی از بنی هاشم بود و از فرزندان به اصطلاح خانواده هاشمی بود که مدعی بودند که جانشینان محمد در
جزیره العرب، هنگامی که بریتانیا میخواست پشت جبهه عثمانی رو سست کنه و برای اونها به اصطلاح بحران ایجاد بکنه، هم با آل سعود در صحرای عربستان قرارمدارهایی گذاشتن که اگر که عرب های بیابان نشین کمک کنن به بریتانیا و به عثمانی لطمه بزنن، به خاطر جنگ جهانی یکم بریتانیا و عثمانی در جنگ بود، یک کشور عربی درست کنند و بدن دست سعودی ها، و همچنین این قول رو به شریف علی دادند که شریف مکه بود، بزرگ مکه بود، و گفتن اگر کمک بکنیم ما یک کشور عربی درست میکنیم و شما رو میذاریم به عنوان نخستین سلطان اون کشور. جنگ جهانی یکم با شکست عثمانی تمام شد، عثمانی تجزیه شد و کشور عربستان تشکیل شد و اونجا دولت بریتانیا با دو جا که بهشون قول داده بود و یکی قربانی میکرد، تصمیم گرفت کشور رو بده به خانواده آل سعود، به آل سعود داد، به بیابان نشین ها، و شریف علی سرش بی کلاه موند. برای همین گفتن که ما میاییم و کرانه خاوری رود اردن رو و همچنین بین النهرین و دو تا کشور دیگه میکنیم و میدیم به دو تا پسر شما، یعنی دو کشور عربی دیگه هم درست میکنیم. کرانه خاوری رود اردن شده این کشور اردن هاشمی. دلیلی که پشت اردن هاشمی هم هست همین این است که اینا فرزندان شریف علی هم و او خودش از بنی هاشمه. به پسر دیگر شریف علی بین النهرین رو دادن که نام عراق رو برش گذاشتن. این 1920 بود، عراق 1932 به استقرار رسید، یعنی دیگه تحت حمایت بریتانیا نبود، کشور مستقل شد به صورت نظام پادشاهی و فیصل شد پادشاه این کشور. این حدود 1332 میشه تقریبا میانه های دوره رضا شاه. 26 سال حکومت پادشاهی در عراق نوپا بود، کشور تازه تأسیس یافته، و بعد یک جنرالی به نام عبدالکریم قاسم کودتا کرد، شاه رو کشت، نخست وزیر نوری سعید رو کشت، خانواده شاهی رو کشت و خودش شد به اصطلاح رهبر و فرمانده کل قوا. عبدالکریم قاسم گمانم حدود 5 سال رهبر عراق بود تا اینکه کودتای دیگری انجام شد که رد پای حزب بعث اونجا بود در 1963 اگه اشتباه نکنم، و اینها سرنگون کردن عبدالکریم قاسم رو و بعد تیربارونش کردن. یکی از افسران رد بالا رو به فرماندهی گذاشتن به نام عبدالسلام عارف. عبدالسلام عارف 2-3 سال بعد هواپیما یا هلیکوپترش سقوط کرد و کشته شد که احتمالا اونم خرابکاری بود. او خیلی دوست داشت که با سوریه و مصر تشکیل یک کشور عربی متحد بده، یک چیزی به نام جمهوری متحده عربی هم تشکیل شد که دوامی پیدا نکرد و دوباره متلاشی شد و مصر و سوریه و عراق دوباره از توش اومدن، یعنی دوباره زاده شدن عملا. بعد از اینکه عبدالسلام عارف کشته شد، بعد برادرش عبدالرحمن عارف به قدرت رسید، بازم با کمک حزب بعث به ویژه حسن البکر که نفر یکم حزب بعث عراق بود، و بعد او رو هم زیر فشار گذاشتن، پس از 2-3 سال او رو هم حذفش کردن، کنارش زدن تا نکشتنش، و 1968 بود که حزب بعث در عراق به قدرت رسید، همچنان که در سوریه هم به قدرت رسیده بود، اونجا توسط حافظ اسد و در عراق توسط حسن البکر، صدام حسین معاونش شد، و بعد در اواسط دهه 70 صدام حسین حسن البکر رو دقیقا جایگزین کرد، خودش شد رهبر، رئیس جمهور مادام العمر، و بعد دیگه جریانات که برای عراق رفت، حمله به ایران و بعد کشتار کردها، مسئله حلبچه، جنگ یکم خلیج فارس، جنگ دوم خلیج فارس، سرکوب شیعیان، بگیر و ببند دیگر مردم، جنایت های پسرهای صدام و داستانی که میدونید، تا آخر حدود 2003 که حمله دوم امریکایی‌ها به عراق بود و سرنگون کردن صدام و بعد دستگیری و تیربارونش، و بعد برای چند سال عراق محلی بود که داشت خبرهای انفجار و مسائل انتحاری و اینا می آمد،
خیلی خیلی، هم از عراقی ها هم از خارجی ها اونجا کشته شدن. یک کشور ناامن نابود شده، به خاک سیاه نشسته، و بعدم که امریکایی نیروهاشون آوردن بیرون، عملا عراق افتاد دست جمهوری اسلامی با کارنابلدی امریکایی ها در اون زمان. و بعد زمان بود که کم کم خودش رو از زیر چنبره جمهوری اسلامی بیرون کشید. آدمایی مثل مالکی کنار رفتن و الان فکر کنم این آقای علی شیعه سودانی که نخست وزیره و همه کاره است، از جمهوری اسلامی خیلی فاصله گرفته. یه مقداری الان وضعیت در عراق بهتره، نه بخاطر اینکه وضع اونها بهتر شده، برای اینکه وضعیت ایران خیلی اسفباره و عراقی ها به ایران میآیند، پول خرج بده طلا میکنن و برای، عرض کنم خدمتون، فرزندان بنی هاشم اونجا بارگاه میسازن، استادیوم میسازن، بیمارستان میسازن. کشور خودمون داره واقعا رنج میبره از هر طرف، و اونجا شما میبینید که هزینه هایش هنگفتی و جمهوری اسلامی میکنه برای آباد کردن عراق. عراق پس از سرنگون کردن نظام پادشاهی تقریبا روی خوش ندید و همواره در بحران، خشونت، بگیر و ببند، کشتار، بمباران، حمله خارجی، جنگ داخلی و سرکوب گروه های مختلف بود. حالا اصلا من نمیخوام اینجا مقایسه کنم، بسنجم نظام پادشاهی در عراق نوپا رو با نظام پادشاهی در ایرانی که کشور تاریخی و بسیار ریشه دار بوده. فقط اینجا شکل حکومت رو دارم مطرح میکنم. یه نظام پادشاهی سرنگون شده 1958 و الان 66 ساله که این کشور همش دچار بحران و گرفتاری است. از سمت باختری کشور میریم سمت خاور کشور، سراغ افغانستان، چون هم کشوری است که پادشاهی بود و جمهوری شد. محمد ظاهر شاه دامادی داشت که داوود خان. این داوود خان در حقیقت شوهر خواهر محمد ظاهر شاه بود و نخست وزیر بود. او خودش علیه محمد ظاهر شاه کودتا کرد و خب چون به هر حال فامیل بود، خانواده شاهی کشته نشد و محمد ظاهر شاه تبعید شد به بیرون از افغانستان که رفت و در ایتالیا مقیم شد و برای چندین سال تا هنگامی که نظام پادشاهی در ایران بود، در ماه مقرری از سوی دولت ایران به محمد ظاهر شاه داده میشد که بتونه آبرومند در ایتالیا زندگی کنه. داوود خان اعلام جمهوری کرد، فکر میکنم جریان 1974 بود و بعد 1977 یا 78 بود، 1977 پیش از انقلاب ایران در افغانستان یک کودتای کمونیستی شد و نور محمد ترکی از حزب خلق موفق شد که داوود خان رو سرنگون کنه، اونو بکشه و اعلام جمهوری خلق افغانستان بکنه، کشور کمونیستی شد. خیلی جالب بود که مارکس نظریه داشت که باید جوامع از حالت چوپانی و شبانی و گلهداری برسن به کشاورزی، از حالت کشاورزی و فئودالی برن برسن به جهان صنعتی. وقتی صنعتی شدن و کارخانجات راه افتاد، بعد یه انقلاب سوسیالیستی بشه و نظام کپیتالیستی سرنگون بشه و تشکیل یک کشور به اصطلاح سوسیالیستی بشه، در حالی که افغانستان بدونه که وارد فاز صنعتی شدن بشه و حتی بدونه که چندان کشاورزی هم بشه، هنوز از فاز گلهداری و چوپانی یه دفعه وارد فاز سوسیالیستی شد و شد جمهوری خلق. اینم از شاهکارهای، عرض کنم خدمتتون، چپ ها در جهان اسلامه. نور محمد ترکی پس از یه سال و نیم با یه کودتای دیگر سرنگون شد و حفیظ الله امین به قدرت رسید که نور محمد ترکی و هواداران رو کشت. او هم یک کمونیست دیگر بود و پس از چندی کودتای دیگری شد و از حزب پرچم به گمانم ببرک کارمل به قدرت رسید و حفیظ الله امین رو کشت. اونای دیگه پشتون بودن ولی ببرک کارمل به گمانم تاجیک بود. ببرک کارمل در رأس بود تا اینکه نجیب الله کودتا کرد
دکتر نجیب الله و بابک کامل حذف کرد، نمیدونم کشتش یا به زندان انداخت، ولی به هر حال قدرت افتاد دست نجیب الله. همون زمان بود که ارتش سرخ شوروی هم وارد افغانستان شده بود و کمک داشت می که به دولت افغانستان با مجاهدین می جنگیدن و امریکاییان به مجاهدین کمک میکردن. و بالاخره ارتش سرخ از افغانستان که بیرون رفت، دولت کمونیستی نتونست تاب بیاره و کابل افتاد دست مجاهدین. یک ائتلاف هشتگانه بود و یک اتحاد هفتگانه، سازمان های شیعه و سنی مسلمان، سازمان های تاجیک و سازمان های ازبک و دستجات پشتون، و یه وضعیت بلبشویی بود. بعد که نجیب الله رو کشتند مجاهدین و به اصطلاح کمونیست ها رو سرنگون کردند، اعلام جمهوری اسلامی افغانستان کردن و بعد شروع کردن همدیگر رو کشتن. یعنی صبغت الله مجددی، حکمتیار، گلبهالدین حکمتیار، برهان الدین ربانی که رئیس جمهور منتخب بود به اصطلاح، و اینها افتادن به جون همدیگه و جنگ داخلی در افغانستان ادامه پیدا کرد، تا اینکه یه سری آدم خوار در حقیقت به نام طالب یا طالبان، مجموعه جمع طالب که در پاکستان در مدارس طلبگی آموزش دیده بودن و مسلح شده بودن، با ابتکار سازمان اطلاعات ارتش پاکستان در خاک افغانستان پیشروی کردند منطقه به منطقه و نهایتا اومدن و کشور رو گرفتن و مجاهدین هر کدوم از یه بار فرار کردن، مجاهدین افغان. خب طالبان رو دیگه یادتونه که چه بلاهایی سر مردم افغانستان آورد، تا سال 2001 که برج‌های دوقلو در امریکا مورد حمله قرار گرفتن، جورج بوش دستور حمله به افغانستان رو داد، چون مدارکی داشت و شواهدی داشت که بن لادن در اونجاست. حمله کردن افغانستان و خب اتحاد شمال هم که نیروهای تاجیک و ازبک و هزاره و ترکمن و اینا بودن، به عنوان نیروی زمینی در کنار امریکایی‌ها قرار گرفتن. افغانستان از دست طالبان آزاد شد و برای 20 سال افغانستان با پشتیبانی دولت‌هایی که در امریکا سر کار اومدن، این امکان رو داشت که هم توسعه پیدا کنه، هم بتواند یک جامعه مدنی معقول و آبرومند تشکیل بده، ولی فساد بسیار بسیار افسار گسیخته و بی اندازه باعث شد تمام کمک هایی که از سوی امریکا یا می شد و اینها بالا کشیدن بین خودشون تقسیم کردن. یادم فاسدی مثل حامد کارزای و به پیشنهاد زلمن خلیلزاد که خودش یکی از عوامل گلوبالیستا بود، در افغانستان به ریاست جمهوری رسوندن، نذاشتن محمدزایش رو برگرده و نظام پادشاهی تشکیل بده. اخیرا من مدارکی دیدم که آن هنگام امریکایی‌ها خیلی سخت نبودن که موافقت کنن محمدزایش رو برگرده، ولی جمهوری اسلامی گفته ما همه گونه همراهی با شما خواهیم کرد، ولی نذارید که پادشاه برگرده به افغانستان، چون میترسیدن بلافاصله این حس به ایران هم منتقل بشه. در حال آدمایی مثل حامد کارزای و بعد اشرف غنی برای سالها در افغانستان پولای هنگفت رو از امریکایی‌ها گرفتن و خودشون رو پروار کردن و رفت آنچه که رفت، که میدونید دوباره حدود 3 سال پیش طالبان اومد و خیلی راحت جارو کرد، اونجا رو گرفت. آقای بایدن هم موقع فرار 80 میلیارد دلار جنگ افزار پیشرفته رو برای طالبان بر جای گذاشت، که بعد از چندی که سر این حقابه هیرمند وقتی با جمهوری اسلامی داشت بحران ایجاد میشد، جمهوری اسلامی جرئت نمیکرد پاسخ طالبان رو بده، به خاطر اینکه میدونست اینا الان صاحب جنگ افزارهایی هستن که اونها رو بهشون این امکان رو میده که قشنگ ایران رو تهدید بکنن و جنون جنگ هم دارن، برای ازشون برمیومد که این کارو بکنن. افغانستان هم چند میلیون به اصطلاح پناهجو رو به ایران فرستاد، چند میلیون هم به اروپا رفتن، ولی خب در ایران دیگه الان داره واقعا مشکل زا میشه حضورشون. سرانجام دو تا کشور پادشاهی که به جمهوری تبدیل شدن، همسایگان ما عراق و افغانستان. در مورد ایران فکر نمی کنم زیاد به توضیحات خیلی باشه، چون مثنوی 70 منه و خودتون بهتر از من میدونید. یعنی 3 کشوری که در کنار هم قرار گرفتن، افغانستان، ایران و عراق،
از فاز نظام پادشاهی به جمهوری رفتن. بازم دارم میگم اصلا بذاریم بحث تئوریکش رو به کنار، فقط سرانجام این سه کشور رو ببینید و ببینید چگونه از توسعه و رفاه و آبادسازی دور افتادن، چگونه قافیه را به بقیه جهان و حتی به بقیه کشور منطقه باختن، به همسایگان خودشون باختن و وضعیتشون، وضعیت چه کنم چه کنم ایست که دیگه بعضی وقت آدم حس میکنه حل مشکلش با کرام و کاتبینه. خواستم اینا رو بگم برای اینکه بعضی مواقع شما میتوانید با افرادی وارد بحث تئوریک بشید در مورد اینکه چرا پادشاهی بهتره، چرا جمهوری، چه نقصی داره، اون چه عیبی داره، اون چه قوتی داره، ولی بعضی وقتها بهتر افراد رو واگذار کنید به مشاهدات خودشون. هنگامی که من یکی دو سال پیش رفتم مصر برای دیدن مسجد رفاعی و رفتن سر مزار پادشاه فقید رفته بودم، ولی اصلا تصورم از قاهره و اسکندریه، دو تا شهری که رفتم دیدم، یه چیز دیگه بود. انبوهی از آشغال، تلمباری از زباله، کثافت، بی فرهنگی، خرابی، دزدی، فقر، چیز عجیب و غریبی بود. خب اگر که یک کشوری بود مصر که از روز آغاز این گونه بود، گفتم خب همین بوده، سومالی هم همینه، سودان هم همینه، ولی شما ساختمانایی میدیدی که مال زمان ملک فؤاد یا ملک فاروق بود، پادشاهان مصر، که اون ساختمان ها رو شما اون هنگام در ایران که چی، در اسپانیا و ایتالیا هم نمیتونستی ببینی، احتمالا شاید لندن و پاریس همچین ساختمانایی داشت، بسیار بسیار آبرومند، شیک، خیابون کشی ها، ساختمان ها، تالار ها، مجالس، و بعد میدی همه اینا رو خاک و گل گرفته، زباله گرفته و کثافت ازش بالا میره، متوجه میشدید که کشور که شاه نداره واقعا حساب کتاب نداره. حالا ما در مورد شاههایی که بودن و چندان بود و نبودشون تأثیری هم شاید نداشته یه بار صحبت میکنیم، مثلا فرض کنید آنچه که در عراق بوده یا در افغانستان بوده، ولی دست کم یک ثباتی رو باعث میشده در اون کشور، و یک شاهی هم ممکنه بوده مثل محمد رضا شاه که الان دارید نگاه میکنید ببینید شش دنگ حواسش و هوشش و پشتکارش و همتش به دنبال ساختن کشور و ایجاد رفاه برای ایرانی ها و جنگیدن برای منافع ایران در جهان بوده. یعنی شاه، حالا شاه ما که وضعیتش مشخصه، ولی حتی شاههای بی خاصیت هم به خاطر ثباتی که در اون کشور ایجاد میکردند به مراتب برای کشور خودشون بهتر، سازنده تر و سودمندتر بودن تا جوی که پس از فرو افتادن اونها در اون کشورها ایجاد شد. خواستم این مطالب باتون در میون بگذارم. سپاسگزارم از توجهتون، هستم خدمتتون و گوش میکنم. سپاس بسیار از شما استاد نژاد و از این آگاهی‌رسانی خوبی که داشت.